کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند ست سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز بخش چهارم در ابتدای جاده باطلاق تابلو یا ویخته بود که روی آن نوشته بود ماکندو و تابلوی بزرگتری در خیابان اصلی که نوشته خدا وجود دارد روی آن به چشم میخورد. در تمام خانه ها تابلوی جهت یادآوری اشیا و احساس آویخته بودند ولی این روش به چنان نیروی فکری زیاد و دائمی احتیاج داشت که عده زیادی از بکار بردن آن چشم پوشیدند و خود را به دست حقیقتی خیالی رها کردند. حقیقتی که آفریده خودشان بود و گرچه چندان عملی نبود اما لاقل خیالشان را آسوده می کرد. پیلار ترنه را با اصرار هرچه چه تمام تر این فکر را در اهالی برانگیخت. خواندن گذشته در فال ورق درست مثل موقعی که آینده را با فال ورق پیشگویی می کنند. با توسل به این نیرنگ سکنه بیدار زندگی را در جهانی آغاز کردند که سرنوشت از طریق فال ورق برایشان در نظر گرفته بود در جهانی که پدر مردی بود که چهره سبز ای داشت و اوایل ماه آوریل به آنجا آمده بود و مادر زنی بود که اش از آفتاب سوخته بود و حلقه ای طلایی به انگشت دست چپ داشت و تاریخ تولد آخرین سه شنبه ای بود که فاخته روی درخت قار نقم سرایی کرده بود. خوز آرکایی با اندیا که از آن همه عملیات تسلی بخش معیوز شده بود تصمیم گرفت دستگاه حافظه را که زمانی برای به خاطر سپردن اختراعات حیرت انگیز کولی ها آرزویش را کرده بود بسازد این دستگاه مرور کردن روزمره مجموع چیزهایی را که انسان در طول عمر خود دیده و یاد گرفته بود امکان پذیر می ساخ. آن را به صورت یک لغتنامه چرخان در نظر مجسم می کرد که اگر کسی در وسط آن می ایستاد با چرخاندن یک دستگاه طی چند ساعت آنچه برای زندگی لازم بود از برابر دیدگانش رد می شد چهارده هزار قلم چیز نوشته بود که از جاده باطلاق پیرمردی که قیافه عجیبی داشت با زنگولی قمنگیز کسانی که قادر به خواندن بودند وارد شد چمدان سنگین را با تناب به دنبال میکشید و عربه ای پر از پارچه های سیاه همراه داشت. یک راست به در خانه خوزرکادی و بواندیا رفت. وقتی که ویسی سیون در خانه را گشود او را نشناخت. تصور کرد می خواهد چیزی بفروشد و نمی داند در ده کرده ای که در باطلاق فراموشی فرو می رود نمی توان چیزی فروخت. مرد سال خورده ای بود گرچه صدایش با عدم اطمینان شکسته شده بود و دستایش به وجود اشیا شک داشت اما واضح بود از جهانی می آید که آدمهایش هنوز می توانستن بخوابند و به خاطر بیاورند. خوز آرکادیو با اندیا او را در اتاق پذیرایی یافت که نشسته بود خود را با کلاه سیاه و وصله دارش باد میزد و با دقتی رقتبار بار نوشته های روی دیوار را می خاند. آرکادیو با اندیا از ترس اینکه مبادا او را در گذشته می و اکنون فراموش کرده باشد با خوشرویی جلو رفت ولی مهمان متوجه خوشرویی ساختگی او شد و فهمید که فراموش شده است. نه به فراموشی طبیعی دل بلکه با نسیانی ظالمانه تر و بازگشت ناپذیرتر که او به خوبی با آشنایی داشت. با فراموشی مرگ آن وقت به همه چیز پی چمدان خود را که پر از انواع لوازم بود گشود و بین آنها جعبه کوچکی متوی چند شیشه بیرون کشید و شربتی خوش به خورد او داد که بار دیگر حافظش را به او بازگردانید خوز آرکادیو بو اندیا قبل از آنکه خود را در آن اتاق پذیرایی عجیب و غریب که زیر هر چیز اسمان نوشته شده بود بیابد قبل از آنکه که از خواندن نوشته های روی دیوار از خود خجالت بکشد و با شوق و شعفی که نور چشم را خیره می کرد تازه وارد را بشناسد چشمانش پر از اشک شد تازه وارد ملکیت بود همچنان که دهکده ما و بازیابی خاطرات خود را جشن گرفته بود خوز آرکادیو و اندیا و ملکیادس قبار از رفاقت دیرینه خود زدودند. مرد کلی خیال داشت در آن شهر بماند. در واقع به سفر مرگ رفته بود اما چون قادر به تحمل تنهایی نبود از آن دنیا بازگشته بود. مطرود قبیله به خاطر وابستگی به زندگی تمام خواص ما و طبیعی خود را از دست داده بود و اکنون با آن گوشه دنیا که مرگ هنوز با آن دست رسی نیافته بود پناهنده شده بود تا وقت خود را در آزمایشگاه به عکاسی بگذراند خوزه آرکادیو با اندیا هرگز درباره این اختراع چیزی نشنیده بود ولی هنگامی که تصویر خود و تمام خانوادهش را ثابت و واضح روی ورقه ای از فلز قوس و غزه دار دید دهانش از تعجب باز ماند آن عکس زرد شده متعلق به همان زمانی بود که خوز آرکادیو با اندیا موهای فلفل لمکی وز ای داشت و یقه پیراهنش با دکمه سستی محکم بسته شده بود و حالت وقاری همراه با تعجب داشت. اورسولا از خنده کرده بود و آن را ژنرال وحشت نامیده بود. در حقیقت انروز آن روز صاف و ماه دسامبر که آن دستگاه تصویر او را روی ورقی فلزی انداخت وحشت شده بود چون فکر میکرد مردم دارند رفته رفته از بین میروند و تصویر او روی ورقه ای باقی مانده است بنابر حکمت عجیب تغییر عادت این مرتبه اورسولا بود که این فکر را از سر او بیرون کرد گذشته تلخ را از خاطر برد و موافقت کرد ملکیت سرخانی آنها بماند گرچه هرگز به آنها اجازه نداد از او عکسی بگیرند چون بنا به گفته خودش مایل نبود اسباب مسخره نوادگانشان بشود آن روز صبح بهترین لباس بچه ها را به تن آنها پوشاند صورتشان را پودر زد و به هر کدام یک قاشق شربت کدو خوراند تا بتوانند دو دقیقه کاملا بی حرکت در مقابل آن دستگاه عجیب ملکیادس ایستند. در آن عکس خانوادگی تنها عکسی که از آنها به جاماند، ماند آورلیان و لباس مخمل سیاهی به تن داشت و بین آمارانتا و ربکا ایستاده بود نگاهش عمیق و خمار بود درست مثل نگاهی که سالها سال بعد در مقابل جوخه تیرباران داشت اما آن موقع هنوز آینده خود را پیش بینی نکرده بود زرگر قابلی شده بود تمام دهات منطقه باتلاغ زرافت کارهایش را می ستودند. در کارگاه که ملکیاد هم آزمایشگاه را برپا کرده بود حتی صدای نفس کشیدن او هم شنیده نمی شد. گویی به زمان دیگری برگشته بود پدرش و مرد کولی پیشگویی های را فریاد زنان حلاجی می کردند صدای باتری ها و سینی ها به گوش می رسید از بس پایشان پیچ می خورد و از بس آرنج هایشان به هم می خورد. اسید برومور نقره در همه جا پخ شده بود اورلیانو که تمام وقت خود را صرف کار می کرد و دقت فراوانی به کار می برد. در اندک زمانی خیلی بیشتر از پول آبنبات های اورسولا در ولی همه در تعجب بودند که چرا در زندگی این جوان خوش و بالا زنی وجود ندارد در حقیقت هم زنی در زندگی او نبود چند ماه بعد فرانسیسکو ال اومبره بازگشت مرد سال خورده ای بود که مدام دور دنیا میگشت و دیویست سالی از سنش میگذشت اغلب وقتی از ماکوندو عبور می کرد آهنگهایی را که خود سروده بود در آنجا رواج می داد. فرانسیسکو مشروع وقایع و اخبار شهرهای بین راه خود از مانا اوره تا مرزهای باطلاق را با آواز می خاند به طوری که اگر کسی پیغامی داشت یا می خواست خبری شایع کند با پرداخت دو پول سیاه موفق می شد. از این راه بود که شبی اورسولا. به امید این که از پسر خود خوزه، آرکادیو اطلاعی به دست بیاورد و آواز او گوش میکرد و بر حسب اتفاق از مرگ مادر خود باخبر شد. فرانسیسکو در مسابقه آوازخانی و شعرگویی فلبداهه شیطان را شکست داده بود و از این رو این اسم را او گذاشته بودند. اسم اصلی او را کسی نمیدانست. در زمان شیوع مرض بیخوابی از ما کند و فرار کرده و یک شب بدون اطلاع قبلی در میکده کاتارینو ظاهر شد تمام اهالی برای شنیدن اخبار جهان و آواز او به آنجا رفتند همراه او یک زن هم آمده بود که از شدت فربهی چهار مرد سرخ پوست کجاوهوار او را روی یک صندلی بر دوش میکشیدند و دختر جوان دورگهای بر فراز سرش یک چتر آفتابی گرفته بود آن شب آرلیانو هم به میکده کاتارینو رفت. فرانسیسکو ال مثل یک سوسمار حشرخار بین گروهی از اهالی مشتاق نشسته بود. با صدای پیر و خارج خود اخبار را میخاند. آکارد اونی کنه که سر والتر رالی در گوایانا به او هدیه کرده بود. با کوبیدن پاهای بزرگش که در اثر راه رفتن در نمکزارها ترک ترک شده و شوره زده بود آهنگ را همراهی می کرد. در انتهای دهکده جلو در اتاقی که ادهی مرد مدام در رفت آمد بودند زن فربه نشسته بود و در سکوت خود را باد می زد کاترینو یک گل سرخ نمدی به پشت گوش زده بود و به حاضرن شربت نیشکر می فروخت و گاه به گاه از فرصت استفاده می کرد و به مردها نزدیک می شد و دستش را جایی میگذاشت که نباید بگذارد. طرفای نیمه شب گرما طاقت فرسا شده بود. آورلیان و اخبار را تا آخر گوش کرد چیز جالبی درباره خانواده خود نشنید. داشت آمادی رفتن به خانه شد که زن فربه با اشاره دست صدایش زد. به او گفت تا امبار تو فقط بیست سنتو خرش می داره. آورلیانو سکهی در قیفی که خانم رئیس و این رانهایش گذاشته بود انداخت و بیان که بداند چه چیز در انتظار اوست وارد اتاق شد. دختر دورگه جوان با پستانهایی که هنوز کاملا بالا نیامده بود مثل سگ ماده به در رخت خواب افتاده بود. آن شب قبل از آرولیانو شست و سه مرد به آن اتاق رفته بودند. هوای اتاق به نفس نفس زیاد و به عرق و آه آلوده شده بود. دخترک ملافه خیس را جمع کرد و از آورولیانو خواست سر آن را بگیرد. ملافه مثل پارچه خیمه سنگین شده بود. آن را چلاندند تا به وزن عادی خود بازگشت. توشک را پشت رو کردند. عرق از طرف دیگر توشک بیرون زد. آورولیانو دلش میخواست آن عملیات هرگز پایان نپذیرد او به آداب عشق بازی آشنایی داشت اما زانوانش توان نداشت و نمیتوانی سرپا به ایستد گرچه پوست سوزان تنش مثل پوست مرغ مرمور شده بود ولی قادر نبود در مقابل اضطرار خالی کردن بار شکمش تا بیاورد وقتی دختر جوان رخت خواب را آماده کرد و به او گفت که لخت شود او به گنگی جواب داد به من گفتن بیام تو گفتن بیس سنتا و در قیف بیاندازم و زود کارم رو بکنم دخترت شرم و گیجی او را درک کرد با آرامی به او گفت اگه وقتی بیرون رفتی بیس سنتا و دیگر هم بپردازی میتونه کمی بیشتر اینجا بمونی آورولیان و شد از تصور اینکه بدن برهنش مقابل مقایسه با برهنگی برادرش نیست خجالت میکشید. با وجودی که دخترک به او کمک میکرد ولی او بیتفاوت بود و سخت احساس تنهایی میکرد با صدایی که گویی معذرت میخواست گفت بیست سنتایی دیگه هم میپردازم دخترک تر سکوت از او تشکر کرد جای زخم بزرگی در پشت دخترک به چشم میخورد دندههایش بیرون زده بود و از فرط خستگی نفس از سینهاش بیرون میآمد دو سال پیش در محلی بسیار دور از آنجا شبی بی اینکه شم را خاموش کند خوابش برده بود. وقتی بیدار شده بود آتش همه جا را در خود گرفته بود. خانه ای که در آن با مادر بزرگش گشت او را بزرگ کرده بود زندگی می کرد سوخت و خاکستر شد. از آن پس مادر بزرگش او را از این شهر به آن شهر می کشند و با دریافت 20 سنتا به بغل این و آن می تا پول خانه خاکستر شده را درآورد. دخترک به حساب خودش هنوز بایستی ده سال دیگر هر شب بغل هفتاد مرد بخوابد چون علاوه بر درآوردن پول خانه می بایست خرج سفر و غذای هر دو و حقوق چهار مرد سرخ پوستی را هم که صندلی مادر بزرگش را به دوش می کشیدند بپردازد. وقتی خادم رئیس برای بار دوم در اتاق را کوفت آورولیانو بدون این که کاری کرده باشد اتاق را ترک کرد دلش میخواست گریه کند آن شب نتوانست بخوابد با حسی مخلوط از شهوت و ترحم به آن دختر فکر میکرد دلش میخواست او را دوست داشته باشد و حمایتش کند سپیدم، خسته از تب و بیخوابی به سادگی تصمیم گرفت با او ازدواج کند تا هم او را از دست مادر بزرگش نجات دهد و هم بتواند هر شب به اندازه هفتاد مرد با او عشق بازی کند اما وقتی ده صبح به میکده کاتاریانو رفت دخترک از شهر رفته بود گذشت زمان از تصمیم جنون آمیز او کاست و در عوض افسردگی او را از تصور انین بودن تشدید کرد به کار پناه برد قبول کرد که باید تمام عمر را بدون زن سر کند شرم بیهودگی و بیباری خود را پنهان سازد در این مدت ملکیادس از آنچه در ماکوندو قابل عکاسی بود عکس انداخت و دوربین عکاسی خود را در اختیار خوز آرکایدو با اندیا گذاشت تا از هر چه دلش میخواهد عکس بگیرد او هم برای اثبات وجود خدا از آن عکس گرفت با عکسهای عجیب و غریبی که از قسمت های مختلف خانه میگرفت مطمئن بود که دیر یا زود موفق خواهد شد عکس خدا را بیاندازد و ثابت کند که خدا وجود دارد یا ندارد و یک باره برای همیشه به تردید در وجود داشتن او خاتمه دهد ملکیادس بیش از پیش در مطالعه نوستراداموس غرق شده بود شبها تا دیر وقت بیدار میماند و در لباس مخمل رنگ رو رفته خود خفه میشد با دستان کوچکش که بیشباهت به بالهای پرستو نبود و انگشتهایش که درخشندگی گذشته را از دست داده بود چیزهایی مینوشت. یک شب تصور کرد موفق شده است آینده ماکندو را پیش بینی کند. ماکندو شهری نورانی می شد و در خانه های زیبای بلورگش اثری از نسل خانواده بوندیا باقی نمی ماند. خوز آرکادیو بو اندیا فریاد زنان گفت در پیش بینی تشتباه کردی اونها بلوری نیستند و همونطور که من در خواب دیدم از یخ منا شدند و همیشه هم یه نفر از نسل با اندیا وجود خواهد داشت تا قرنهای قرن اورسولا تمام سعی خود را به کار می بود تا در آن خانه عجیب و از را به حالت عادی نگه دارد نبات سازی را گسترش داده بود و چیزهای دیگری هم درست می کرد. اجاق تمام شب روشن بود و صبح سبت سبت نان و انواع شیرینی و بیسکویت از خانه بیرون می آمد و طی چند ساعت در جاده های پیچ در پیش دهات منطقه باتلاق ناپدید می شد. به سنی رسیده بود که حق استراحت کردن داشت. با این حال بیشتر از همیشه فعالیت می کرد. چنان در توسعه فعالیت خود غرق شده بود که یک روز عصر با حواظ پرتی به طرف حیات جایی که زن سرخ پوست خمیر نان را شیرین می کرد نگاهی انداخت و دو دختر زیبا دید که به سن بلوغ رسیده بودند و در نور غروب گلدوزی می کردند. ربکا و آمارانتا بودند. به محض این که لباس ازارا که به خاطر مرگ مادر بزرگشان سه سال تمام پوشیده بودند از سندر آوردند لباس رنگین آنها گویی جای جدیدی در جهان برایشان گشوده بود. ربکا برخلاف آنچه انتظار میرفت از آمارانتا خوشگلتر بود پوستی سفید و چشمانی درشت و نگاه مهربانی داشت دستان جادویش گویی با نخهای نامرئی طرح گلدوزی را دنبال میکرد آمارانتا دختر کوچکتر از زیبایی چندان بهره ای نبرده بود ولی وقار به خصوصی داشت که از مادر بزرگش به ارث برده بود در مقایسه با آن دو آرکادیو پسر بچه بیش نبود گرچه کم کم هیکل شبیه هیکل پدرش می شد. از آورولیانو که به او خواندن و نوشتن آموخته بود فن زرگری آموخت. ارسلا یک بار متوجه شد که خانه پر از جمعیت شده است و فرزندانش به مرحله ای رسیده اند که باید ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند و به زودی به خاطر کمبود جا ناگزیر از هم پاشیده خواهند شد. پولی را که آن سالها با مشقت فراوان پسنداز کرده بود بیرون کشید. مطالباتش را از مشتریان دریافت کرد و مسئولیت وسعت دادن خانه را بر عهده گرفت. دستور داد یک اتاق پذیرایی مناسب پذیرایی ساختند با یک اتاق نشیمن راحت و مساعد برای استفاده روزانه یک اتاق نهارخوری با یک میز دوازده نفره که تمام اعضای خانواده بتوانند با میهمانان سر میز بنشینند نه اتاق خواب با پنجرهای مشرف به حیات یک ایوان بلند که باخشه پر از گل سرخ آن را از گرمای ظهر محفوظ می داشت و نردهی که بتوان روی آن گلهای شمدانی و بگونیا گذاشت آشپزخانه را هم بزرگ کردند و دو اجاق در آن ساختند انبار را که پیلار را برای خوز آرکادیو در آنجا فال ورق گرفته بود خراب کردند و به جایش انباری دو برابر اولی ساختند تا خانه هرگز بی آزوغه نماند. در حیات در سایه درخت بلوط دو حمام ساختند. یکی مردانه و یکی زنانه. در انتهای خانه هم یک استبل بزرگ، یک مرغدانی که دور تا دور سیم کشی شده بود، محلی برای دوشیدن گاوها و آشیانی که چهار سو باز بود تا پرندگان سرگردان بتوانند شبها در آن بخوابند ساخته شد اصولا که گویی به جنون تبالود شوهرش مبتلا شده بود با یک دوجین بنا و نجار که در دنبالش بودند جهت نور و حرارت آفتاب را تعیین می کرد و بدون در نظر گرفتن سرحدی فضای خانه را تقسیم می کرد. ساختمان ابتدایی خانه که توسط بنیانگذاران دهکده بنا شده بود با وسایل بنایی و مصالح ساختمانی و کارگرانی که از خستگی خیس عرق شده بودند پر شد. از همه تقاضا می کردند مزاحم آنها نشوند و صدای تلق تلق کیسه استخوان ها دیوانشان می کرد. هیچ کس باور نمی کرد که چطور در آن وضع به هم ریخته و شلوغ در استنشاق آهک و غیر از شکم زمین نه تنها بزرگترین خانه دهکده بلکه راحتترین و خنکترین خانه ای که در دهات منطقه باطلاق با وجود داشت بالا آمد. حتی خوزه آرکادیو و با اندیا هم که در بحبوه آن به هم ریختگی تمام حواسش متوجه قافل گیر کردن قدرت الهی بود. این را نفهمید. ساختمان خانه جدید تقریبا به پایان رسیده بود که اورسولا او را از دنیای واهی خود بیرون کشید تا اطلاع دهد ده که به او اختار کردند باید خانه را به جای رنگ سفید که دلشان میخواست آبی رنگ کنند اختار رسمی را نشانش داد خوز آرکادیو بو اندیا بدون اینکه از گفته های همسرش چیزی سر در بیاورد نگاهی به امضای نامه انداخت و پرسید این شخص کیه؟ اورسلا با تأصف جواب داد رئیس کلانتری میگن از طرف دولت معموره دون آپولونار مسکوته کلانتر و سارکسو به ماکاندو وارد شد به مهمانخانه یعقوب، ساخی دست اولین عرب هایی که ختوپرت با توتی معاوضه می کردند رفت و فدای آن روز در نزدیک خانه بو اندیا اتاق کوچکی اجاره کرد که درش به خیابان باز می شد یک میز و صندلی که از یعقوب خریده بود در اتاق گذاشت علامت جمهوری را که همراه آورده بود به دیوار میخ کرد و روی در اتاق نوشت کلانتر اولین دستوری که صادر کرد این بود که تمام خانه ها به خاطر سال روز استقلال ملی باید آبی رنگ زده شوند. خوزه آرکادیو بو اندیا رونوشت اختار را برداشت و به اتاق کلانتر رفت. او در آن دفتر تنگ و کوچک در ننوی خودش مشغول استراحت بعد از ظهر بود. خوزه آرکادیو بو اندیا پرسید اینو شما نوشتید؟ دون آپولینر موسکوته مردی مسن و خجالتی بود که چهره گلگون داشت جواب مثبت داد خوز آرکادیو با اندیا سوال کرد به چه حقی دون آپولینار موسکوته از کشوی میز بیرون کشید به او نشان داد گفت من به سمت کلانتر اینجا تعیین شدم خوز آرکادیو با اندیا حتی نگاهی هم به حکم او نینداخت بیان که آرامش خود را از دست بدهد گفت در این شهر ما با یک تکه کاغذ دستور صادر نمی کنیم. جهت اطلاع شما برای بار اول و آخر می گویم که ما اینجا قاضی لازم نداریم چون هیچ چیز به قضاوت احتیاج ندارد. در مقابل خونسردی دون آپولین آرمازکاته بیان که صدای خود را بالا ببرد به طور خلاصه شهر داد که چگونه دهکده را بنا کردند چگونه عراضی را بین خود تقسیم کردند چگونه جاده ها را تأسیس کردند بدون اینکه برای دولت تولید مزاحمت کنند و یا دولت مزاحم آنها شده باشد و چگونه رفته رفته بنابر احتیاجات شهر وضع را بهبود دادن گفت ما چنان در صلح آرامی زندگی می کنیم که تا بال هیچ کس از مرگ طبیعی هم نمرده همونطور که می بینید هنوز قبرستان نداریم از اینکه دولت به آنها کمکی نکرده بود شکایتی نداشتند برعکس از اینکه آنها را به حال خود رها کرده بود تا در صلح و صفا رشد کنند راضی هم بودند و او امیدوار بود در آینده هم دولت دست از سر آنها بردارد آنها آن دهکده را بنا نکرده بودند تا اولین کسی که بایش را به با آنجا میگذارد به آنها دستور بدهد چه باید بکنند دون آپولینار موسکوته که شلوار سفید کتانی به پا داشت بیان که در رفتارش تغییری حاصل شود کت سفید رنگ خود را پوشید خوز آرکادیو با اندیا گفته خود را چنین خاتمه داد پس اگر مایل هستید مثل سایر اهالی عادی در اینجا زندگی کنید قدمتان روی چشم ولی اگر آمدید چلوکاری راه بیندازید و مردم را مجبور کنید که خانه هایشم را آبی رنگ بزنند بهتر از اسباب و اساسی آشغالتان را بردارید و از همان راهی که آمده ای تشریفتان را ببرید برای اینکه رنگ خانه من باید مثل کبوتر سفید باشد رنگ از چهره دون آپولینار مسکات پرید قدمی به عقب برداشت و همانطور که آروارهایش را روی هم میفشرد گفت باید به شما اختار کنم که من مسلح هستم خوز آرکاریو با اندیا نفهمی چگونه دستانش قدرت جوانی را بازیافت مثل زمانی که اسبا را به زمین میزد یقه دون آپولینار مسکوته را چسبید و او را تا مبازات چشمان خود از زمین بلند کرد و گفت این عمل رو برای این می کنم که بهتر سنگینی بدن زنده شما رو تحمل کنم تا اینکه سنگینی جسدتون رو تا آخر عمر به دوش بکشم به همون وضع او را به وسط خیابان برد و وقتی وسط جاده بادلاغ رسید او را زمین گذاشت یک هفته بعد او با شش سرباز برهنه جنده پوش مسلح به تفنگ با یک عرابه گاو میشی که زن و هفت دخترش سوار آن بودند بازگشت دو عربه دیگر بعدم با اساسیه و لوازم منزل وارد شد خانواده اش را به میهمان خانه یعقوب برد و خود به دنبال خانه یشت و دفتر خود را تحت حمایت سربازان بار دیگر باز کرد بنیانگذاران ماکندو که به بیرون کردن آنها مصمم شده بودند همراه پسران ارشد خود به نزد خوز آرکادیو با اندیا رفتند و خود را در اختیار او گذاشتند ولی او با بیرون کردن آن خانواده مخالفت کرد. برای آنها شهر داد که درست است که دون آپولینار ماسکاته با همسر و دخترانش به آنجا برگشته ولی خفت دادن او در مقابل خانوادهش از مردانگی به دور است. از این رو تصمیم گرفت جریان را با مصالحه حل کند. آوریلیانو به همراه او رفت. در آن زمان سیویل سیاه و چخماقی گذاشته بود لحن اش چنان محکم بود که در جنگ به دردش خورد بدون اسلحه و بدون اینکه اعتنایی به نگهبانان بکند وارد دفتر سرکلانتر شدند دون آپولینار خونسردی خود را از دست نداد دو تا از دخترانش را که اتفاقا آنجا بودند با آنها معرفی کرد آمپارو شانزده ساله سبزرو رو مثل مادرش و رمدیوس که نه سال بیشتر از سنش نمیگذشت دختر بچه بی نهایت زیبا با پوست صورتی و چشمان سبز هر دو دختر زیبا و معدب بودند و به محض اینکه آن دو مرد وارد شدند حتی قبل از آن که به آنها معرفی شوند برایشان صندلی آوردند ولی مردها همانطور سر پا ایستادند خوز آرکادیو بواندیا گفت بسیار خوب رفیق شما در اینجا خواهید ماند نه به خاطر اینکه این, این راهزنان زنان مسلح رو هم راه بلکه فقط به خاطر احترام و همسر و دخترهایتان دون آپولینار مسکوت ناراحت شده بود ولی خوزه آرکادیو بو اندیا به او مهلت نداد جوابی بدهد و افسود فقط به دو شرط اول اینکه هر کس خانه خود را هر رنگی بیشتر دوست دارد رنگ میزند دوم اینکه سربازان شما باید بلافاصله اینجا را ترک کنند نگران نظم عمومی نباشید نظم به عهده ما کلانتر دست راست خود را با پنج انگشت از هم گشود و بالا برد قول شرف خوز آرکادیو با اندیا گفت قول دشمن و با لحنی تلخ اضافه کرد باید اضافه کنم که من و شما همونطور مثل سابق دشمن باقی خواهیم ماند سربازها ها همان روز بعد از ظهر از آنجا رفتند چند روز بعد خوز آرکادیو با اندیا برای خانواده کلانتر خانه ای پیدا کرد. صلح آرامش بار دیگر برای همه بازگشت به جز برای آورلیانو. تصویر رمدیوس دختر کوچک کلانتر که از نظر سنی می توانست دختر خود او باشد در یک جای بدنش باقی مانده بود و بدن او را به درد می آورد. دردی جسمانی که موقع راه رفتن ناراحتش می کرد. مثل ریگی به کفش خانه جدید که مثل کبوتر سفید بود با مجلس رقصی افتتاح شد. اصولا از بعد از ظهر روزی که متوجه شده بود ربکا و آمارانتا دو دختر جوان شده اند به فکر ترتیب دادن مجلس رقص افتاده بود و در حقیقت می گفت دلیل اصلی تغییر ساختمان به خاطر این بود که میل داشت دخترها برای دعوت کردن دوستان خود محل مناسب و آبرومندی داشته باشند. برای اینکه در مجلس رقص چیزی کم و کسر نباشد مثل یک کنیز جان کند تا تعمیرات به موقع تمام شود لوازم زینتی و گران قیمت و میز و صندلی سفارش داد به علاوه یک اختراع شگفتانگیز تا باسه حیرت اهالی دهکده و شادی جوانان بشود پیانولا قسمت آن را جدا جدا در چند صندوق آوردند و همراه مبلای ساخت وین و کریستال های باهم و سرویس غذاخوری ساخت شرکت های آمریکای مرکزی و رومیزی های گران قیمت هلندی و چراغ و شمدان و گلدان و گل و پرده های قیمتی در جلو خانه خالی کردند. کارخانه صادر کننده پیانولا یک متخصص ایتالیایی نیز به اسم پیترو کرسپی به خرج خود فرستاده بود که مواظب بود پیانولا را سوار کند و کوک کند و نواختن آن را به خریدارانش یاد دهد و رقصیدن به آهنگ های مدروز را که روی شش استوان ضبط شده بود و آنها بیاموزد. پیترو کرسپی جوان متلایی بود. خوشگلترین و معدبترین مردی بود که تا آن موقع در ما کندو دیده بودند. چنان در لباس پوشیدن مقید و وسواسی بود که با وجود گرمای خفه کننده با جلیقه دست دوزی شده و کتی زخیم کار میکرد خیس از عرق در حالی که سعی میکرد بین خود و صاحبان خانه فاصله ای برقرار کند. با اشتیاق فراوانی که همانند شوق آرلیانو در زرگری بود، مشغول کار بود و چندین هفته از سالن خارج نشد. یک روز صبح بدون اینکه در را باز کند، و بدون اینکه کسی را برای مشاهده آن معجزه خبر کند اولین استوانی آهنگ را در پیانولا گذاشت صدای چکش کاری گوش خراش و صدای یک نواخت خراتی چوب در خانه بند آمد و نوای موزون زیبای موسیقی جایگزین آن شد همه به سالن دویدند خوز آرکیادو بواندیا مثل برق زده ها مبهوت مانده بود نه به خاطر زیبایی آهنگ بلکه به خاطر خودکار بودن پیانولا دوربین عکاسی ملکیاد را آورد تا بلکه بتواند از آن نوازنده نامرئی عکس بیاندازد آن روز جوان ایتالیایی نهار را با آنها صرف کرد ربکا و آمارانتا را که غذا را سر میز می آوردند از طرز استفاده کارد و چنگال به وسیله آن جوانک خوش سیما. با آن دست های رنگ پریده و بدون انگشترش مات مانده بودند. در اتاق نشیمن مجاور سالن پیترو کرسپی با استفاده از یک مترونوم و تحت مراقبت معدبانی اورسولا بدون این که دست دخترها را بگیرد به آنها رقص یاد داد. اورسولا در تمام مدتی که دخترانش رقص یاد میگرفتند لحظه ای اتاق را ترک نکرد. پیترو کرسپی شلوارای تنگ و چسبان و کفشای رقص می‌پوشید. خوز آرکیاد و اندیا به همسرش می گفت دوزیمی ندارد انقدر نگرم بشوی این پسرک بچه مزلف است. با این حال ارسلا تا وقتی تعلیم رقص پایان نیافت و جوان ایتالیایی آنجا را ترک نکرد از مراقبت خود دست بر نداشت سپس دست به کار تهیه مقدمات جشن شد اورسولا لیست مدعوین را به دقت تهیه کرد میهمانان عبارت بودند از بنیانگذاران شهر به جز خانواده پیلار ترنرا که تا آن موقع از دو مرد ناشناس صاحب فرزند دیگر هم شده بود. میهمانان همگی از رجال شهر بودند اما رفاقت هم در انتخاب آنها دخیل بود. چون نه تنها دوستان قدیمی خوز آرکادی و بواندیا که با او با آنجا آمده و شهر را بنا کرده بودند دعوت شدند بلکه فرزندان و نوادگان آنها نیست که از بچگی دوستان نزدیک آورلیانو و آرکیادو بودند دعوت داشتند. دختران آنها تنها کسانی بودند که به خانه آنها می آمدند و با ربکا و آمران تا گلدوزی می کردند. دون آپولونار ماسکوته که اکنون فقط دو پاسبان مسلح به باتون چوبی در مقابل خانهش داشت صدفن نقش آرایشی مهمانی را داشت. دخترانش برای کمک به مخارج خانه یک خیاطخانه باز کرده بودند و در آنجا علاوه بر ساختن گل مصنوعی و شیرینیپزی نامهای آشغانی سفارشی هم مینوشتند با این حال گرچه دخترانی فروتن و کاری بودند و زیباترین دختران شهر به شمار می رفتند و در رقصیدن رقصهای جدید نیز مهارت داشتند ولی به مجلس رقص دعوت نشدند در همان حال که اورسولا و دخترها اساسی را از صندوق در میآوردند و نقره ها را تمیز می کردند و تابلوهایی از دختران جوان در قایق پر از گل سرخ به دیوار می زدند تا روح تازه ای به قسمت های برهنه و تازه ساز خانه ببخشند خوز آرکیاد و بوئندیا از جستجوی خود به دنبال خداوند و اکسن داختن از او دست برداشت دیگر قانع شده بود که خدا وجود ندارد آن وقت به سراغ پیانولا رفت تا راز آن را کشف کند دو روز قبل از جشن در فاصله چکش زدنها کلیدهای پیانولا را بیرون ریخت و بین هایی که تا از یک طرف میبست از طرف دیگر باز میشد گیر کرد ولی عاقبت به هر نحوی بود آن آلت موسیقی را بار دیگر روی هم سوار کرد خانه هرگز آنچنان شلوغ و به هم ریخته نبود با این حال های نفتی در تاریخ و ساعت معین روشن شد و در خانه به روی مهمانان گشوده شد خانه هنوز بوی سمق کاج و آهک میداد فرزندان و نوادگان بنیانگذاران شهر پس از تماشای ایوان پر از گلهای شمدانی و بگونیا و اتاقهای ساکت و آرام و باقی که پر از بوتهای گل سرخ بود در اتاق پذیرایی دور آن اختراع ناشناس که رویش ملافه سفیدی انداخته بودند گرد آمدند کسانی که با پیانو در سایر دهات منطقه باطلاق آشنایی داشتند کمی از مشاهده پیانو را تعجب کردند ولی حالت اورسولا از همه بدتر بود چون هنگامی که استوانه موسیقی را داخل دستگاه گذاشت تا ربکا و امارانتا رقص را افتتاح کنند دستگاه کار نکرد ملکیادس که در آن زمان به کلی پیر و تقریبا کور شده بود تمام دانش خود را که زمان نمی شناخت به کار برد تا بلکه بتواند آن را درست کند عاقبت خوز آرکیاد و با اندیا اشتباها چیزی را از جای خود تکان داد و صدای موسیقی از دستگاه بلند شد ابتدا مانند یک انفجار و سپس با نوتهای مخلوط و درهم چکشها به سیمایی که بدون نظم در داخل دستگاه در هم پیچیده شده بود بدون کوک نواختن گرفت ولی فرزندان لجوج 21 خانواده جسور که در جستجوی دریا از میان کوها به سوی مغرب رفته بودند بی به آن آهنگ بدون کوک و خارج از نوت تا سهر رقصیدند. پیترو کرسپی برای تعمیر پیانولا بازگشت ربکا و آمارانتا در تنظیم سیمها به او کمک کردند هر سه با شنیدن والسایی که نوتهای آن قاطی شده بود قهقهه خنده را سر دادند جوانک چنان مهربان بود و چنان رفتار ای داشت که اورسولا از مراقبت خود دست کشید شب قبل از حرکت برای خداحافظی از او مهمانی کوچکی ترتیب دادند جوان ایتالیایی به آهنگ پیانولای تعمیر شده با ربکا رقص های جدید را بسیار زیبا رقصید. آمارانتا و آرکادیا نیز با آنها همراهی کردند. ولی مجلس رقص به هم خورد چون پیلار ترنه را که با عده دیگری دم در خانه جمع شده بودند با زنی دعوایش شد و کار به گاز گرفتن و گیز کشیدن رسید. چون زن جرأت کرده بود که بگوید کفل آرکیادو شبیه کفل زن هاست. طرف نیمه شب پیترو کرسپی پس از نطخی کوتاه و شاعرانه آنجا را ترک کرد و قول داد به زودی بازگردد. ربکا تا دم در او را همراهی کرد و پس از آنکه در را بست و چرا را خاموش کرد به اتاق خود رفت و گریست. گریه و زاری او چندین روز لایم ادامه داشت. دلیل گریستن او را حتی آمارانتا هم درک نکرده. گوشگیری او نیز تازگی نداشت گرچه ظاهرا مهربان و خوشحال بود ولی باطلا گوشگیر بود و قلبی نفوذ ناپذیر داشت دختر جوان و فوقلاد زیبایی شده بود بندی درشت و محکمی داشت با این حال هنوز روی صندلی راحتی که با آن به آنجا وارد شده بود می نشست. چند بار صندلی را تعمیر کرده بودند ولی جا به کلی از بین رفته بود هیچ کس متوجه نشده بود که با وجود سن و سال خود عادت مکیدن انگشتش را از دست نداده است تا فرصتی به دست می به مستراح میرفت و در را به روی خود می و شبها وقتی به رخت خواب می رفت عادت کرده بود چهرش را رو به دیوار به چرخاند. در بعد از ظهرهای بارانی که با دوستانش در ایوان گلهای بگونیا می نشست و گلدوزی می کرد یک مرتبه حرفش را فراموش می و از دیدن خاک مرتوب و توده ی گل که کرمای خاکی در باخش روی هم, هم باشته بودند قطر اشکی از دلتنگی دهانش را شور مزه می ساخ. آن مزه پنهانی که در گذشته مغلوب آب پرتغال و ریواس تلخ شده بود وقتی گریه می کرد شدیدتر به او حمله بر می شد. خاک خوری را باز شروع کرد. اولین باری که از روی کنجکاوی خاک خورد مطمئن بود مزه که بد آن بهترین علاج آن وسوسه خواهد بود در حقیقت هم نتوانست مزه خاک را در دهان تحمل کند ولی اضطراب روزافسون بر او غلبه کرد و رفته رفت اشتهای قدیمی به مواد معدنی و رضایت خاطر از غذای اصلی و اولیه بشر را به دست آورد در همان حال که به دوستان خود گلدوزی بسیار سختی را یاد میداد با حسی آکنده از لذت و حرس باره مردان دیگری صحبت می کرد که لیاقت نداشتند کسی به خاطرشان گچ دیوار بخورده جیبایش را پر از خاک می کرد و دور از چشم همه ریز ریز از آن میخورد. فقط مردی که ارزش موشت های خاک او را داشت به او نزدیکتر و حقیقیتر می نموده گویی زمینی که او با چکمه های چرمی براغش در نقطه دیگری از جهان رویش راه می رفت سنگینی و حرارت خونش را به مزهای معدنی تبدیل می کرده که در دهانش تعمید تند و تیز و در قلبش رسوبی از آرامش باقی می گذاشت. بعد از ظهر روزی از روزها و مسکوته بی مقدم اجازه خواست که خانه جدید را ببیند. آماران تا بکا که از این ملاقات غیرمنتظر نگران بودند او را خیلی رسمی پذیرفتند. خانه جدید را نشانش دادند برایش در پیانولا حلقه موسیقی گذاشتند و با بیسکویت و مربای پرتغال از او پذیرایی کردند امپارو چنان ادبی از خود نشان داد که اورسولا که گاه به گاه در طی ملاقات به آنها سر زده بود سخت تحت تأثیر قرار گرفت دو ساعت بعد وقتی دیگر حرفی نداشتند به هم بگویند امپارو از یک لحظه حواظ پرتی آمارانتا استفاده کرده و نامه ای به ربکا داده. بالای نامه با همون جوهر سبزی که لغات زریف دستورالعمل پیانولا نوشته شده بوده. عبارت به حضور محترم دوشیجه ربکا با اندیا برسد به چشم میخورد. ربکا با نوک انگشتان نامه را تا کرد و در سینه خود جا داد. نگاهی آکنده از حق شناسی بیپایان، و پیمان ساکتی از دوستی ابدی به و مسکوتو انداخت